حالا شما چی فکر میکنین؟ به ما زنگ بزنید بگید عکس رو دیدید یه بار یه مرتبه دیگه هم نگاه بکنید میبینید روم پله دوم اون آقای احمدی نژاد باقی هم همه دور برش وایستادن. حالا چرا اونجوری من نمیدانم، شما بفهمید عزیز. آقای اتابکی بله، شما چقدر روی آقای احمدی نژاد بود گند دادیم که همه از دور برش پراکنده شدن. منظور میگم انقدر دیگه خواهی یارو بو میداد، شما دیگه خرابترش کردی که انقدر لوبیا نخور. خیلی ممنون، این هم شعور یک بیننده عزیز دیگه. بفهم میخواهش میکنم اقویه تو نه بابا حسینه تو اصلا نرمش نه شما برمی. الو آقا اتاکی که با تو خیلی قشنگه، من یه شعور کنم. خیلی ممنون هاش، بفهمشم شما بفهمی من شما بردی نیستش داشتیم تموم شد، شما بفهمی. سلام قربان، سلامت بفهمی ازم. این آخرین مصاحبه که آقای احمدی نژاد داشتن و خبرنگار شما توجه بهش کردید، من این میخواستم برای همیانان عزیز پخش بکنم گوش بکنم، اشکال نداره قربان. شما بفهمید نیستم، بفهمید شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنونم، چون نمیخوام دیگه با شما مقابله بکنم که بخوام وقت مساوی بگیرم من هم سرود مسیحی بخونم. من برای این دیگه حالا این چند کلمه رو گفتید آوانتاج بهتون دادیم و دیگه بس دیگه بخوام میشم شما بفهمید. پس نمیفهمید شما بفهمید توجه میکنید سعید ممکن شما محبت کنین عکس راستاسیش هم برای من بفرستید. سبارش هم من تو سایت ایرنا دیدم توی عزیزم، خواهش میکنم ازتون آدرس ایمیل من هستش عزیز من آدرس اگه نمیخواه خفشی بس من اینجور خفت میکنم دیگه، هم معنی نداره که دارم با صحبت میکنم، مثل انسان باش با من صحبت بکن. بفهمید. الو بفهمید، خواهش میکنم. آقای عطابکی بفهمید، شما رو خلافه بدم خواهش میکنم. اگه شما هنوز نمیدونید که بنده رو خط هستم دیگه بس نمیدونم چی بگم دیگه. آقا دمتون گرم، عجب عکس باحال نشون دادین. خیلی ممنون. نصف شماست. ببین عظمت فقط داشته باش. عظمت رو داشته باش. با چه عظمتی وایساده اونجا مردم همش فرار کردن. چرا میرین؟ وایس خوب هم حرف بزنیم. درود بر شما. بفرمایید خواهش میکنم. مک بر جمهوری اسلامی. آقای اسواکی خسرو هستم. برو بابا. بفهمی خواهش میکنم سلام خوصه اونجوری نیست، این هم که باز بعدش خلاصه. بفهمی شما. الو آقای اتابکی جانم. سلام عزیز، حالت خوبه؟ سلام قربان. آقای اتابکی من یه سوال دارم از شما. بفهمی اگه شما رئیس جمهور ایران بشین عکس خمینی رو از روی اسکناس هزار تومانی بردارین عکس خودتون رو میذارین یا میمونو؟ چون خیلی شبیه میمون هستین شما. با خیلی ممنون از محبت شما، امیدوارم حالا ببینیم دفع شما کی تاثیر بونگه، شما میمونی یا من میمونم، اینو میذاریم به سوال بینندگان عزیز بر ما تجیب بکن. حالا شما بفهمی بفهمی رفتن چایی بخورن شما بفهمی. جناب اتابکی جان بفهمی. سلام عرض میکنم. سلام بابا، حال شما خوبه؟ بابا خوبم. بفهمی آقا من یه لطفی میخوام شما در حق من بکنی. شما بفهمی رجزم. الو آقای اتابکی جانم. سلام درود بر شما. ای پیامبر گرامی حالتون خوبه؟ پیامبر اتابکی شما انقدر باحال حرف میزنی و قشنگ لباس میپوشی، شما ما رو یاد پیامبرا میندازی. یاد پیامبر کدومشون لباس قشنگ میپوشید؟ نه پیامبر چیز حضرت جواد هست که عمامش صورتی بود که مثل جواد لباس میپوشید. مثل بفرمایید خواهش میکنم نونور بازی یعنی چی؟ وقت گرانبها رو بفهمید. آقا تو که من واقعا شرمندم از این دقیقه که امشب نه اینا بالاخره باید بیان ماموریتشون انجام بدم. بفهمید. بله آقا تو که شما بهتره چوپان بشین دوست عزیز. ما قربان چوپانم اونم حالا فکر میکنیم و اگه بعد نباشه لازم باشه میکنیم. بفهمید شما. بفهمید اینم نظری بود، یک نظر احمقانه. بفهمید شما. بفهمید اگر من در یک گفتگو با شما ستاره شهید شهر نظرتون رو درباره داخلی مسئله روز ایران بپرسم، شما چه پاسخی به من میدید؟ من سوال شما ببینم چیه بعد پاسخ خدمتتون تا حد توانم که باشه سعی میکنم پاسخ درست بهتون بدم.
جان؟ این اگر که این دو بعدم اسرائیل بخوره، اسرائیل هم ما با اون مخالفت میکنیم و دشمن هستیم، اون اشکال نداره. ولی اگر اسلام باشه، اسلام نباید بخوره و ما با اون مخالفیم. ولی ما بینندگان خوب توجه بکنین، این یه بچه آخونده داره صحبت میکنه، وعظ میکنه. بفهمی قربان؟ ببخشینا. اون چیزی میریزن، اون شیمیاییه، اون میریزن، این تخت میکنه، تخت میکنه، بعد گنی سازی میکنه. گنی سازی یعنی این که بهش هی چیز میده، هی چیز میترخه، از خودش یه چیزی درست میکنه، چیش توی کتاب شیمی نوشته، بعد اونو میریزن توی کلاهچ. کلاهت یه چیز کتولوی که سر بمبه، بعد اون یه پشار میدن شهاب سه پرد میشه میخوره اونده پدرش در میاره و بعد به من میگن اونو نده. بله ایشون مثل که همون امام جمعه ارومیه بودن که صحبت میکردن، همون رضایی خودمون. بله خیلی ممنون. بفهمی خواهش میکنم. Hello, it's a Bucky. بفهمی. Go fuck yourself. شما بفهمی نیزم. منزله قول کفرو؟ نه خیلی قربان. بگم ایشون نروی بر شما، نروی بر شما ایزا. میخواستم بگم که من برای شما بفهمی این آقای فرنگ رفته. من خسرو میدونم. اینم دو ساعت وقت رو طرف کرد، سه ساعت اینجا پای خط بود، این خط الان چند دقیقه سر چشمک میزنه که خودتون نون کنین حرف رو بزنه. حالا چرا من نمیدونم. بفهمی باش بکنم. خب امیدوارم که دوروریاش گفته باشن احسن درست. سلام تو به کی؟ جانم. سلام باش بکنم. شما هم حالت خراب هستم. شما بفهمید. الو مک بر جمهور اسلام خسرو هستم. نیستی. شما بفهمید. آقا سلام. خسرو مثلا با خوهران صحبت نمی کنه که. بفهم می خواهش می کنم. سلام علیکم قربان. سلام علیکم قربان. خواهش من خوب قربان. بله بله خیلی خوبه. من خیلی آهنگ درخواستی خوشم میآید. شما الان براتون میذارم. آقای مهندس با این آقا چی میخواد براشون بذاری؟ بفهم میخواهش میکنم. آقای آتابکی. جانم. من خسرو. نیستی با خسرو مثل ونگ ونگ نمیکنه. بفهم میخواهش میکنم. الو. بفهم میخواهش میکنم. الو سلام. سلام. سلام هستم. با خواهد خواهد چی کار داشتم؟ بفهمی. شما که خودتون میگید من فرق کشکوبیده با گوه نمیدونم با همه. اینم یک آدمه بیشعور بیتربیت احمق. بفهم بخواهش میکنم. الو آقای اتوکی. جانم درود بر شما. ممنونم عزیز. چیز آقای اتوکی، ما یه دونه سوال داشتیم. بفهم عزیز، شما فکر نمی کنی این همه جمعیت ایران الان بایستدان دارن برنامه شما نگاه کنن، درود این همه بایستدان دارن نگاه میکنن، این شما هم که این هم میگین برنامه مردمه نه برنامه ما، بذارین خواهی مردم زنگ بزن حرف بزنن، شما خفه شید زر نزن اینقدر، بذارین مردم زن زنده کلمه حرف بزنن بخندید. ما که اون کلمه رو استفاده نکردیم، شما اون کلمه زیدار رو استفاده کردید. حالا من نمیدونم، حالا من نمیدونم اونو کی میزنه، من میزنم یا شما میزنی. خیلی ممنونم، خوبه که خودت زدی.